فیلمی که باعث میشه ماهیت وجودی خودتون هم شک بکنید و ندونید که واقعیه یا نه. ایلاسیا سلام. امروز یکی از فیلم‌های خیلی خوب 2009 به اسم مون یا ماه رو آوردم که توی سم راکول بازی کرد و واقعاً فوق‌العاده است این بازی. محتوای فیلم خیلی عجیب و خفنه و حتماً آخر فیلم در موردش می‌خوایم صحبت کنیم. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامرا صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم تبلیغاتی رو از شرکتی به اسم لونار میبینیم. تمام ذخایر انرژی زمین تموم شده و همه چیز داره به نابودی میره. شرکت لونار یک کشف مهم انجام میده. انرژی به اسم هلیوم 3 یا هلیوم 3 که فقط روی ماه هم پیدا میشه به قدری خوبه که میتونه یه مقدار کوچیکش انرژی کل زمین رو تامین کنه. برای همین هم یه پایگاه روی کره ماه ساخته و میریم به همین پایگاه. یه مکان فوق‌العاده خفن و پر از تکنولوژی‌های جدید. به طوری که لازمه فقط یه آدم تو این پایگاه باشه و بقیه چیزا توسط ربات‌ها و هوش مصنوعی کنترل میشن. وظیفه این آدم هم استفاده از یه ماشین ماه‌نورده که با استفاده ازش مقداری هلیوم تری استخراج کنه و با سفینه میفرستتش به زمین. آدمی که الان تو پایگاهه اسمش سم بله. سم با شرکت لونار یه قرارداد 3 ساله بسته تا به اینجا بیاد و قراره کلی هم ازشون پول بگیره. تنها 2 هفته پایان قرارداد مونده و میفهمیم یه مشکل بزرگم وجود داره. از زمان سفرش به فضا یه اتصال تو سیستم ارتباطی رخ داده و در نتیجه سم مدت هاست با کسی از زمین صحبت نکرده. حتی همسرش که 3 سال پیش هم باردار بوده. فقط هر از گاهی همسرش یه پیام ویدیویی ضبط میکنه که با فاصله 1 هفته یا بعضی وقتا 1 ماهه به دست سم میرسه. اما خب مشخصه اون نمیتونه جوابی بده و حالا هم دخترشون به دنیا اومده. یه ربات هم تو پایگاه هست که اسمش گرتیه. هوش مصنوعی خیلی خفنی هم داره و کاملا مثل یه دوست با سم برخورد میکنه. درد و دل میکنن، از مشکلات صحبت میکنن و خلاصه همه چیزشون با همه. خلاصه که 2 هفته پایان سفر مونده و رفتار سم یکم عجیب شده. حتی گرتی هم متوجه میشه و وقتی ازش میپرسه که جریان چیه، سم توضیح میده داره افسرده میشه و این تنهایی خیلی رو مخشه. یه دفعه فکری به سرش میزنه و تصمیم میگیره تو این 2 هفته باقی مونده سیستم ارتباطی رو درستش کنه، چون قراره یه فضانورد دیگه هم به جاش بیاد و اگه سیستم درست نشده باشه اونم مثل خودش کلی عذاب میکشه. یه روز دیگه هم میگذره و سم یکم به خودش میرسه. ریشاش هم میزنه. پیام دیگه از همسرش میاد. تو این پیام میگه که چقدر سم و دوست داره و دلش براش تنگ شده. بعدم میگه تو یه قهرمانی که همچین کاری برای مردم داری انجام میدی. این پیام خیلی بهش انرژی میده و باعث میشه با حال بهتری به خودش برسه. گیاه رو آب میده، فیلمای قدیمی میبینه و تفریح میکنه. یه اتفاق عجیبم میفته و وقتی داره یه لیوان آب جوش میریزه، یه دفعه دختری تو اتاق میبینه. انقدر میترسه که آب جوش میریزه رو خودش و میفهمه این توهم بوده. اما وقتی گرتی میاد تا سوختگیشو درمان کنه، چیزی از این توهم نمیگه که یه موقع مشکلی ایجاد نشه. همینطوری میگذره و چیز به پایان 2 هفته نمونده. اتفاقات عجیبتری میفتن و سم یه درد خیلی زیادی هم تو قفسه سینه‌ش حس میکنه. یه بار دیگه که برای استخدام هلیوم میره بیرون، همون دختر توهمی وسط ماه میبینه. حواسش پرت میشه و در نتیجه رباتو توی گودال میندازه. خیلی تصادف بدی و منبع اکسیژن ماشینم میترکه. سم لحظه آخر کلاه فضانوردیشو میذاره و از حال میره. مدتی بعد چشماشو باز میکنه. حالا تو پایگاهه و انگار گرتی نجاتش داده. یکم بهش میرسه و خوراکی بهش میده. سم خیلی ترسیده چون بدنش هم اصلا انرژی نداره و حتی نمیتونه راه بره. تو همین خواب و بیداری صدای گرتی و در حال صحبت به پایگاه اصلی لونار از زمین میشنوه. با تعجب میره بیرون چون همه سیستم های ارتباطی باید قطع باشن. وقتی هم گرتی متوجه میشه میگه داشتم یه گزارش از کارمون ضبط میکردم اما با کسی حرف نمیزدم. سم شکی نمیکنه و چند روز بعدم حالش بهتر میشه. یه پیام هم از شرکت لونار براشون میاد که توش میگن تا چند روز دیگه یه تیم نجات میاد به پایگاه. هم میخوان مشکل ارتباطی رو درست کنن، هم میخوان سم رو به زمین برگردونن. سم خوشحاله اما میدونه تا تیم نجات بیاد و بخوان این مشکل هم حل کنن ممکنه کلی زمان ببره. برای همین هم میخواد خودش این سیستم رو درست کنه. آماده تعمیر میشه اما جالبه که گرتی تمام راه‌های خروج رو میبنده. به سم میگه اجازه خروج نداری و این باعث میشه بیشتر به شرایط شک کنه. برای همینم یواشکی یکی از دریچه‌های داخل پایگاه رو دستکاری میکنه و باعث ورود گاز به داخل میشه. گرتی هم که وظیفه اولش محافظت از فضانورداست، مجبور میشه در رو باز کنه تا سم بره بیرون و ربات‌ها مشکل رو درست کنن. اونم از فرصت استفاده میکنه و با استفاده از یه ماهنورد دیگه به محلی که تصرف کرده بود میره. ماهنورد قبلی همونجاست و وقتی با تردید درش رو باز میکنه، فضانورد دیگه‌ای داخلشه. سم کمی کلاهش رو تمیز میکنه و چیزی میبینه که خوشگش میزنه. اون فضانورد
کاملا شبیه خودشه. برای همینم برش میداره و با خودش به پایگاه میاره. حالا مغز سم داره میترکه. گرتی صحنه رو میبینه و وقتی سم میپرسه این کیه، حقیقت مهمی رو فاش میکنه. این فضا نوردم اسمش سم بله، یعنی یه نمونه دیگه از خودتو. سم جدید برای فهمیدن بیشتر قضیه، سم قدیمی رو به اتاق میبره تا استراحت کنه و کم کم به هوش میاد. با کمک گرتی یه سری دارو هم بهش میدن و ساعتی بعد کاملا سر حال میشه. حالا تازه جریان اصلی شروع شده و بین هر دو تا سم بحثای مداومی شکل میگیره. هر کدوم معتقدن اون یکی بدله و خودشون سم واقعیان. دعوا بالا میگیره و در آخر از گرتی حقیقتو میپرسن. اون هم چیزی بدتر از تصورشون میگه. هر دوشون بدلن و توسط دستگاه ها ساخته شدن. توضیحات بیشتری هم بهشون میده. مدت هاست که شرکت لونار داره همین کارو میکنه. هر سری یه بدل از سم واقعی به اینجا میاد. مدت قراردادش 3 سال است، اما هر سری بعد یه مدت اون بدل به شکلی ضعیف میشه و جونش رو از دست میده و نوبت بدل بعدی میرسه. یه گروه هم از شرکت لونار میان تا به قضیه رسیدگی کنن و کلی خاطره و چیزهای مختلف تو ذهن بدل جدید میسازن تا فکر کنه تازه از زمین اومده. در واقع این شرکت مدت هاست که بدلها رو به بازی میگیره. حالا تنها 11 ساعت به رسیدن تیم نجات مونده و سم جدید خیلی به هم ریخته است، چون میدونه به محض رسیدنشون همه چیز از ذهنش پاک میشه. همین باعث میشه که با سم قدیمی یکم بیشتر صحبت کنن، بلکه راهی برای تمام کردن قضیه پیدا شه. سم جدید تعریف میکنه که وقتی بیدار شده صدای صحبت گرتی با شرکت رو شنیده و مطمئن دروغ گفتن که سیستم ارتباطی اینجا قطع شده. برای تحقیق بیشتر هم هر دوشون از پایگاه خارج میشن و با ماهنوردهای شروع به گشتن میکنن. تو فاصله زیادی از پایگاه دوتا برج مخابراتی هن که جلوی ارسال هر موجی از اینجا رو میگیرن. در واقع شرکت لونار اینا رو ساخته تا یه موقع سم نتونه به زمین اطلاع بده که چه اتفاقهایی اینجا میفته. همین لحظه است که سم قدیمی یه رفع سرفه میکنه و تو لباس خودش خون بالا میاره. سری برمیگره پایگاه و همچنان حالش بده. حتی دندونش هم میفته و نمیفهمه دلیلش چیه. سم جدید هم همچنان بیرون ما در حال گشتن دنبال یه راه برای ارتباط با زمینه. سم قدیمی با کمک گرتی موفق میشه به سیستم اطلاعاتی خودش وارد شه تا بفهمه تا به حال چیا ذخیره شده. پیام‌هایی رو میبینه که برای سالها قبلن، یعنی مدت هاست این اتفاق داره میفته و هر کدوم از بدلها کلی ویدیو تو این آرشیو ذخیره کردن. آخرین ویدیو تمام بدلها نشون میدن که حالشون بد میشه، به حدی که حتی دیگه راه هم نمیتونن برن و در آخر هم به پیشنهاد گرتی توی دستگاهی میخوابن که تا زمان رسیدن گروه نجات همونجا بمونن. اما خب وقتی این گروه میان معلوم نیست با کسی که تو دستگاه خوابیده چی کار میکنن. سم قدیم یه بیشه همین دستگاه میره و بعد باز کردنش متوجه یه دریچه زیرش میشه. برای همینم شروع میکنه به کندن زمین، بلکه بفهمه راز این شرکت بزرگ چیه. سم جریدم بالاخره پایگاه میاد و حالا چندین برج مخابراتی مختلف پیدا کرده که همشون جلوی ارتباط با زمین رو میگیرن. وقتی میاد پیش سم قدیمی میبینه که زیر اون دستگاه یه راهرو بزرگ و یه مخزنه. دوتایی ازش پایین میرن و از تعجب خشکشون میزنه. صدها بدل مختلف مثل خورشون همینجان و بدن بیجونشون توی سری قفسه حبس شده. شرکت لونار این کار رو انجام میده تا نخواد برای آموزش و فرستادن فضانوردهای دیگه هزینه کنه. هر کدوم از این بدلها به تنهایی میلیون ها دلار براشون سود داره و اصلا به کثیف بودن کارشون توجهی نمی کنن. سم قدیمی که دیگه مغزش پاچیده با این ماهنورد از پایگاه دور میشه. به دورترین نقطه ماه میره که برج‌های مخابراتی به اونجا نمیرسن. لپتاپو در میاره و موفق میشه برای اولین بار با خونه‌شون تماس بگیره. دختر جوونی به اسم ایو جواب میده. وقتی سم اسم زنش رو میپرسه، ایو میگه اگه با مادرم کار دارید، اون چند وقت پیش به خاطر بیماری جونش رو از دست داد. حالا ایو نزدیک 16 سالشه و با پدرش زندگی میکنه. پدرش هم صدا میکنه، اما سم که به هم ریخته است تماس رو قطع میکنه. قبل اینکه بفهمه اون پدر سم واقعیه یا مرد دیگه‌ای که همسرش باهاش ازدواج کرده. حالا سم قدیمی کلی گریه میکنه و با حال داغون به پایگاه برمیگرده. کنار سم جدید، چون حالش خیلی بده میره بخوابه و سم جدیدم جریان تماس رو میفهمه. وقتی که خوابیده فکری به سرش میزنه و از گرتی برای انجامش کمک میخواد. برنامهش اینه که یکی از بدلهایی که تو مخزن رو بیرون بیارن، با استفاده از انرژی دوباره زندش کنن و بعدم تو ماهنوردی که تصرف کرده بذارن. چون اگه تیم نجات از زمین برسن و بفهمن این دوتا سم با هم زندن، قطعا هر دوشون رو از بین میبرن. بعدم سم قدیمی و یوشکی توی یکی از سفینه هایی که هلیوم به زمین میفرسته قایم کنن و اینطوری بفرستنش پیش خانوادش. سم جدیدم تظاهر کنه هیچی از اتفاقها نمیدونه. بعدم این برنامه رو با سم قدیمی در میون میذاره، اما اون مخالف و نظر دیگه ای میده.
چون حال خودش خوب نیست و هر لحظه داره به مرگ نزدیک میشه، بهتر خودش به ماهنوردی که تصرف کرده بره و اینطوری هیچ جای شکی واسه بقیه نذارن. سم دیگه یک گرتی هم مخزن آوردن به هوش بیارنش و به عنوان یه بدل جدید که واقعا هم هیچی خبر نداره بذارنش رو پایگاه. سم جدید هم برد به زمین تا بتونه یه تغییری به وجود بیاره. چیزی به رسیدن تیم نجات نمونده و دو تا سم با ماهنوردی به محل تصادف میرن. کلی هم صحبت میکنن و خاطرات مشترکشون حرف میزنن. سم قدیمی داخل ماهنورد تصادف کرده میره و سم جدید به پایگاه برمیگره که توی یه سفینه قایم شه. یه مشکل دیگه هم وجود داره و اون گرتیه. خود این ربات به سم میگه وقتی تیم نجات بیان میخوان خاطرات منو ببینن. من به عنوان یه ربات همه چیز رو ضبط کردم و تنها راهش اینه که همه حافظه منو پاک کنی. سم جدید با اینکه خیلی از گرتی خوشش میاد و کلی هم بهشون کمک کرده با ناراحتی این کارو انجام میده. بعدم برای نقشه دیگه ای که داره سیستم برج‌های تداخل کننده ی ارتباطو قطع میکنه. تیم نجات سر میرسن و همین لحظه سم با سفینه به زمین پرتاب میشه. تیم نجات هم به هیچی شک نمیکنن چون یه دونه از سم‌ها تصرف کرده و اون یکی هم بیخبر همه چیز تازه به هوش میاد. سکانس آخر فیلم نشون میده که تمام ساختارهای شرکت لونار از بین میرن. تو اخبار پخش شده که سم شهادت داده و تمام نقشه های این شرکت رو روی کرده. اما تنها نتیجه چیه؟ سقوط سهام این شرکت تو بورس. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فیلم همونطور که تو نقدهای مختلف هم نوشته شده، اول از همه یه نقد مارکسیستیه به سیستم کاپیتالیست و اینکه چجوری از نیروهای کارش استفاده میکنه. ما تو فیلم داریم یه پایگاه رو میبینیم که همه چیش ماشینیه، کلا توش رباته، ولی چه کاریشو داره آدم انجام میده؟ کاری که یه کار کارگری قشنگه، یعنی میره بیرون انرژی رو استخراج میکنه، میاد و میفرستهش به طرف دیگه، در حالی که ماشین هم میتونست این کارو انجام بده. ولی این کارو به انسان سپردن توی فیلم که این نقد درست سر بیاد که چجوری از آدم‌ها دارن استفاده میکنن و همینطوری که هی میگذره یه آدم جدید میاد جای اونو میگیره، یه بدله و هیچ چیزی از گذشته نمیدونه، فکر میکنه داره کار خیلی درست و قهرمانانه انجام میده، در حالی که در آخر میفهمه فقط بازیچه اون سیستم سرمایه شده. یکی دیگه از چیزهای مهم فیلم این بحث فلسفی توشه که باعث میشه شما شک بکنی واقعیت چیه، یعنی اون طرف اصلا واقعی کدوم بوده، کدومشون بدله. در واقع این سم جدیدی که ما دیدیم یه بدل از سم قدیمی بود، سم قدیمی که خودش یه بدل اگه سم دیگه بوده و این قشه مغز آدمو میپاشونه. یه جمله خیلی خفنمون آخرش داره، سم قبل از اینکه به زمین بیاد به همون ربات یا گرتی میگه، بهش میگه که ما برنامه ریزی نشدیم، ما هم انسانیم. و این خیلی خفنه، یعنی جمله‌ای که میتونی ساعت‌ها بهش فکر بکنی، اینکه واقعا انسان‌ها برنامه‌ریزی نشدن، هر چقدرم توی این سیستمی گیر بیفتن که بخواد ازشون کار بکشه، بخواد همشون رو بازی بده، بخواد بهشون بگه شما یه بدلید، ولی در آخر همشون انسانن، میتونن اون انتخاب رو خودشون انجام بدن، میتونن یه تغییر بزرگی به وجود بیارن، همون تغییری که سم با اومدن به زمین انجام داد. یکی دیگه از تیکای سیاسی که توی فیلم هم وجود داره همون آخرشه. بعد از اینکه دیدیم چه کاری اینا انجام دادن، چقدر دردناک بوده، چقدر این سم و بازی داده بودنش، در آخر اتفاقی که برای شرکت افتاد چی بود؟ سهام بورسش سقوط کرد و این کوچیکترین چیزیه که میتونه براش اتفاق بیفته و واقعا هم اتفاق افتاد. این خیلی قشنگ میاد نشون بده که سیاست توی سیستم سرمایه‌داری همینطوریه. ممکنه کار خیلی بدی انجام بدن، ممکنه صدها انسان رو به بازی بگیرن، ولی در آخر فقط سهامشون سقوط بکنه. حتی تمام شد لشن نوچت؟ خلاصه که خیلی فیلم خفنیه، محتوای خیلی خوبی داره، به نظرم حتما یه بار ببینیدش، چون فیلم زیادی فلسفی اینطوری نیست بخواید با خلاصش همه چی رو درک بکنید. یه جمله خیلی مهم ممکنه توش باشه که من نگفته باشم و قطعا اون باری که بشنوید مو به تنتون سیخ میکنه. مراقب خودتون باشید، لایک کامنت ساب یادتون نره، توی کانال زاپاس جوین بشید. روزتونم گلسی.